سلام، در این ویدیو میخوام در مورد رله صحبت کنم، بگم که رله چیه، کاربردش چیه و تفاوت اون با کلید داخل چیه. اجزای داخلی رله رو بررسی میکنم و نحوه عملکرد رله رو به صورت کلی توضیح میدم. اگر علاقه‌مند هستین بیشتر در مورد رله بدونین، این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. بابک رنجور هستم. شما ویدیوی مربوط به رله و کاربرد اون رو از مجموعه ویدیوهای برق و اتوماسیون صنعتی کانال بابنک مشاهده می‌کنید. اگر تا الان کانالمون رو سابسکرایب نکردین، سابسکرایب کنید و با فشردن علامت زنگونه از ویدیوی جدیدمون اطلاع پیدا کنید. اما بریم ببینیم که رله چیه؟ در واقع رله کلید الکترومکانیکی سریعه که با عبور جریان از یک سیم پیچ که اسم اون سیم پیچ بوبینه میدان مغناطیسی ایجاد میکنه و باعث تحریک تیغه های مکانیکی میشه. رله ها با جریان الکتریکی بسیار کم و یک سیگنال کنترلی ضعیف تجهیزات و موتورهایی با جریان بالا رو راه اندازی میکنن و میتونن اونها رو کنترل کنن. شاید به نظر بیاد که رله همون کلید باشه، اما در واقع رله و کلید تفاوت‌های زیادی با هم دارن که در ادامه میخوام به این موضوع بپردازم. در محیط‌های صنعتی از تجهیزات و موتورهایی با جریان و ولتاژ بالا استفاده میشه که این موتورها میتونه به اپراتور صدمه وارد کنه. مهمترین چیزی که داخل هر سند وجود داره ایمنی مربوط به اپراتوره. به همین دلیل ما میایم از رله استفاده میکنیم تا بتونیم ایمنی مربوط به اپراتور رو ایجاد کنیم. از اونجایی که رله ها برای جریان بالا استفاده میشن، پس ما برای ایمنی اپراتور از این پته استفاده میکنیم. اما کلید ها و سویچ ها معمولا برای جریان های نسبتا کم کاربرد دارن. هنگامی که ما از رله استفاده میکنیم، میتونیم برای جریان بسیار بالاتر از کنتاکت های بسته رله استفاده کنیم. در اینجا عملکرد کلید و رله آورده شده که مشخصه که کلید برای یک لامپ و رله میتونه برای موتورهای الکتریکی استفاده بشه. اما ببینیم یک رله از چه اجزایی تشکیل شده و چطوری میتونه کار کنه. رله ها عموما از 4 قسمت تشکیل شدن. قسمت اولی که وجود داره مربوط به بوبینه. بوبین یا سیم پیچ یا به اون کویل هم گفته میشه که به ورودی وصل میشه و برای عملکرد بوبین نیاز به اتصال تغذیه به دو سر اون که بسته به نوع بوبین تغذیه میتونه متفاوت باشه. تیغه بعدی تیغه کام ماست. اتصال به این پایه بر اساس نوع ولتاژ ما که DC یا AC باشه میتونه متفاوت باشه. در ولتاژ AC فازو به کام وصل میکنیم و زمانی که ولتاژ ما DCه سر مثبت منبع تغذیه رو میایم به تیغه کام اتصال میدیم. هر رله دارای 2 نوع تیغه است که میتونه از این تیغه ها چند تا داشته باشه. یکی از این تیغه ها تیغه های نورمالی اوپنه که این تیغه معمولاً در حالت عادی باز بوده و در صورت برقدار شدن بوبین بسته میشه. در صورتی که ما بخواهیم با تحریک ورودی خروجی عمل کنه و مصرف کنندمون برقدار بشه، نیازه که مصرف کننده رو به این تیغه وصل کنیم. تیغه بعدی تیغه نورمال بسته یا نورمالی کلوزه. این تیغه در حالت عادی بسته است و در صورت برقدار شدن بوبین خروجی قطع میشه. دقیقاً برعکس تیغه نورمالی اوپن عمل میکنه و در صورتی که بخوایم با تحریک ورودی خروجیمون قطع بشه، ما باید از این تیغه استفاده کنیم. اگر بخوایم در مورد عملکرد رله صحبت کنیم، همونطور که گفته شد نیازه که بوبین رله به یک منبع تغذیه DC یا AC وصل بشه.
در حالت عادی که بوبین بدون برقه کام ما به نرمالی کلوز وصله و در صورت برقدار شدن کام ما تغییر وضعیت میده و به نرمالی اوپن اتصال پیدا میکنه. این عملکرد مربوط به یک رله است. اما اگر بخوایم از اون استفاده کنیم، گفته شد که نیازه که کاممون رو به سر مثبت منبع تغذیه یا به فازمون اتصال بدیم. اونجایی که این منبع تغذیه ما یک منبع تغذیه DCه و به صورت باتری استفاده شده، کاممون رو به سر مثبت باتری اتصال میدیم. و مشاهده میشه که با فشردن شستی و کلیدمون، بوبینمون برقدار میشه و تغییر وضعیت میده. رله ها بر اساس کاربردشون میتونن تعداد پایه NO و NC متفاوت داشته باشن. ما اگر بخوایم ساختمان داخلی یک نمونه رله که فقط دارای یک پایه NO رو بررسی کنیم و ببینیم که این به چه صورت کار میکنه، میتونیم بگیم که یک رله از دو قسمت تشکیل شده. قسمت داخلی و قسمت خارجی، که قسمت داخلیش کل یا هسته اونه و قسمت خارجی شامل ترمینال و کنتاکت های متحرک و ثابته. اگر بیایم پایه های بوبینمون رو به باتری اتصال بدیم، مشاهده میشه که با برقدار شدن بوبین کنتاکت ما تغییر وضعیت میده و باعث میشه که مصرف کننده ما برقدار بشه و در اینجا لامپمون روشن بشه. رله که مشاهده میکنین فقط یک کنتاکت نرمالی اوپن داره. اگر تعداد کنتاکت هامون بیشتر باشه، باز هم به همین صورت عمل میکنه. اما اگر بخوایم بریم سراغ کاربرد رله، گفتیم که رله برای ایزوله کردنه که برای جریان های بالا استفاده بشه و کاربرد دیگرش مربوط به افزایش توان خروجیه که ما بتونیم بیشترین توان رو در خروجی داشته باشیم. برای انتخاب رله چند تا فاکتور بسیار اهمیت داره. اولین فاکتور مربوط به ولتاژ کاری رله است. با توجه به اینکه میخوایم از رله در کجا استفاده کنیم، میتونه ولتاژ کاری ما متفاوت باشه. اگر داشته باشیم که یک PLC رو بخوایم به رله اتصال بدیم، از اونجایی که PLC ما 24 ولت خروجیش، نیازه که رله ما هم بوبینش با 24 ولت کار کنه. اگر بخوایم رله رو با یک کلید تحریک کنیم، نیازه که ولتاژ ما AC باشه. پس ولتاژ کاری برای انتخاب رله اهمیت داره. موضوع بعدی که اهمیت داره تعداد پایه‌ها یا کنتاکت هاست. که ببینیم چند تا کنتاکت نیاز داریم و بر اساس کنتاکت های مورد نیاز بیایم رلمون رو انتخاب کنیم که رله ها با کنتاکت های مختلف وجود داره. مورد بعدی حداکثر جریانیه که میتونه از رله عبور کنه و به رله آسیب زده نشه، که فاکتوری که برای انتخاب رله میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. تمام نکات رله در اینجا گفته شد و شما میتونید به راحتی در صورت نیاز از این تجهیز داخل صنعت استفاده کنید. ویدیو رو لایک کنید و اگر در مورد رله و کاربردش نظری دارین داخل کامنت ها اونو بنویسید. در ویدیو بعدی به تفاوت بین رله و کنتاکتور میپردازم و در مورد تفاوت عملکرد هر کدومشون صحبت میکنم. پس منتظر ویدیوی بعدی باشید.